بنام خدا، سلام بر شما. به برنامه نگرش خوش آمدید. معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان گفت هر چند افغانستان خود قربانی تروریسم بوده و در برابر آن می جنگد، اما از کشورهای منطقه خواست تا در برابر این پدیده گام های برجسته بردارند و گفت که نشست پنجم کشورهای قلب آسیا روی برنامه های کار می شود تا مسئولان امنیتی افغانستان و منطقه بتواند در همانگی در امنیتی منطقه ای را ایجاد کند. از طرف دیگر نیکولاس هایسم، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است که برای جلوگیری از تهدیدات تروریسم همکاری های منطقه‌ای یک ضرورت است و همکاری های منطقه‌ای برای حل مشکلات امنیتی افغانستان و منطقه مفید و مهم می باشد. پیرامون این موضوعات بحث داریم در برنامه شب نگرش. من مصطفی فیضی هستم. مهمانان من در استودیو آقای عبدالرحیم ایوبی، عضو مجلس نمایندگان، آقای سراج الحق سراج، آگاه روابط بین الملل، و خانم گلاله نور صافی، عضو مجلس نمایندگان. مهمانان گرامی، سلام، به برنامه ما خوش آمدید. آقای سراج، می‌خوایم بحث با شما آغاز کنیم. تا چه اندازه یا تا چه تعداد وعده های نشست های قبلی عملی شده که حالا آمدیم نشست پنجم هم برگزار میکنیم؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، درود سلام به شما جناب وکیل صاحب، همچنان بینهای تلویزیون. قبل از اینکه به نشست امروز که یک نشست مقدماتی به خاطر نشست بعدی یا نشست بزرگ بورسی استانبول است، بهتر است که از ابتدای شروع کنیم که منشأ از کجاست، مفاده از کجاست و اجنده های بورس چی بوده. خب یک از ابتکارات بزرگ افغانستان همین است که یک بورس خودش تحریزی کرده یا کنترلش داره یا یگانه بورسی است که افغانستان رو اختراع کرده و جور کرده. یعنی پولیسیس که توسط استانبول بالاخره ترکیه شده و اصلاً رهبریش توسط افغان هاست. نه، اصلا بار اول به خاطر قلب پولیس استانبول میگن که در استانبول ترکیه برگزار شد. بله. قلب آسیا، چون افغانستان به در منطقه به قلب آسیا تعلق داره، در منطقهش به خود به قلب است. اما این یگانه پولیسیس مثل پولیس شانهای یا پولیس دیگه نیست که مدیریت ازی و تمام کنترل ازی دست خود دولت افغانستان است. یک ابتکار بسیار بزرگ، یک ابتکار بسیار خوبی بود. در سال 2011 اولین بار برگزار شد. به همین ترتیب باز به کابل و قزاقستان و همین قسم رفت، به چین و بالاخره به پاکستان، که نشست بعدیش هم در ماه نوامبر است. نشست با سیستمی است، اصلا هدف عمده نشست پولیس استانبول چیست؟ پیدا کردن راه‌های حل منطقوی است. کدام عدم اعتماد سازی است؟ عدم اعتماد سازی در کدام ساحه است؟ بنان مطالعات صورت گرفت که در اون زمان کشورهای عضو هم میمیم، اینجا کشورهای عضو داریم که کشورهای همسایه افغانستان به شمول به اضافه کشور عربستان و امارات و بعضی ده. کشورهای دیگه که تقریبا 14 کال به 12 عضو کشورهای ناظر داریم و کشورهای تمویل کننده داریم. کشورهای بزرگ اقتصادی جهان دیگه تمویل کننده است که تقریبا 16 کشور تمویل کننده یا کشوری است که نظارت کننده است و همچنین سازمان‌های دیگه. بیایم بر نتایج این چهار نشست که گذشت. تا چه اندازه نتایج بر افغانستان داشت و وعده‌هایی که صورت گرفت بر افغانستان عملی شد؟ خب میایم سر بحث از اولین کاری که شد، در پروسه اعتماد سازی ها شروع شد. پیدا کنند در چی موارد باید اعتماد سازی شود در منطقه، که تقریبا بیش از 40 موارد پیدا کردن که باید اعتماد سازی صورت بگیره. اما متاسفانه از 40 موارد نتونستن، تقریبا 6 یا 7 موارد که یک از این موضوعات است که مثلا مبارزه با مواد مخدر است، مبارزه با توریسم است، تجارت های منطقوی است. اما مشکلات منطقه را بعد در نظر بگیریم. ما در یک منطقه قرار داریم، بسیار مشکلات زیاد بین کشورهای منطقه وجود داره. هیچ زمانی کشور بین تجارت بین هند و پاکستان امکان پذیر نیست و همچنین بعضی کشورهای دیگر نمیخوان منافعشون در تجارت بنانی با حالات های مختلف نتونست. در ابتدا یا اسکیل یا ترتیب ازی بسیار با خوبی است. اگر ما شما اینو مطالعه کنیم به چی سیستم پیش میره بسیار خوب است. اما این که چرا نتیجه نداد، یکی از نتایج ما قبلا یاد کردیم به علت نتیجه نداد که ما نتونستن کشورهای اعتماد سازی بین یک دیگر کنن و اعتماد سازی نبود. مدیریت مشکل داشت؟ نه خیر، از نظر مدیریت باورم ایست تا جایی که ما اسکیل یا اساسات از این را که ما شما ببینیم بسیار با درست پیش رفته. اعتماد سازی ها، کشورهای منطقه. پس چرا ما نتونستیم اون 7 یا 8 مشکل را که شما اشاره کردین یا اون 7 تا 8 مورد را که درش مشکل داریم اون را حل بسازیم؟ خب امی اعتماد سازی و سی بیمه هایی که مختلفی که ما داریم این تعداد زیاد است، تقریبا از بیشتر از شناسایی شده. اما در 6 یا 7 موارد توافق صورت گرفت که بیاد در همین قسمت همین کشورهای منطقه باید اعتماد سازی کنن و پیش برن. خب یک از مشکلات، خب پروسی اول خب برگزاریش بود در قسم کابل و قزاقستان و میرن به چین و پاکستان، بعدها موارد بحث صورت گرفت. خوبی از این چیز هر کشور عضویت خاص داره. مثلا
مبارزه علیه مواد مخدر کشورها است، یک کشور براسی است، کشورهای دیگه تمویلش میکنن. اما متاسفانه گفتم کشورهایی در منطقه وجود داره که بسیار با مشکل است تا بین از یا اعتماد سازی ها صورت بگیره. اما تا جایی که در اولش بسیار به صورت خوب رفت، اما متاسفانه در افغانستان یک موضوعی است که هر چیز شروعش بسیار خوبش است. پس باز هم بر نمیگردد بر اون مدیریت که ما مدیریت ضعیف داریم، نمیتونیم یک پروسه را تا آخر به صورت صحیح و درستش به پایان برسونیم. خب این از مربوط از این که از کدام زاویه، اگر مدیریت ضعیف بگیریم که ما نتونستیم کشورهای منطقه را قناعت بدن یا کشورهای منطقه را در عدم اعتماد سازی بین یک دیگه شون باشه، بلی مدیریت ضعیف است. هدف از نتیجه است یا هدف از برگزاری نشست؟ خب طبیعی است که هدف از نتیجه است. در پایان یک نشست باید ما شما نتیجه داشته باشیم. آیا ما نتیجه یا آنچنانی برای افغانستان داشتیم؟ خب تا نه خیر، اگر پس ناکام بود نشستا. از نظر از این که ما باید نتیجه را که در پروسه باید به دست میاریم، نتیجه را که در اجنده ازی بود، نه خیر ما نتیجه نداشتیم. اما باز هم بی نتیجه نبود. یک نشست هایی که به سطح منطقه برگزار میشه و کشورها در داخل میشن و افغانستان مدیریت از اون را پیش میبره، از این نگاه که افغانستان مطرح میشه، این یک نتیجه است. اما این که نتونستن اعتماد سازی هایی که باید قبلا برگزار میشد، یعنی از لحاظ شکلی میشه برشان نتیجه بگوییم، ولی از لحاظ محتوایی و نتیجه هیچ نتیجه نداشت. خب باور من برای ایست که اگر تغییرات در منطقه بیا و کشورهای منطقه فشارهای، خب متاسفانه که در قسمت های پروسه یا نشست ها این فشاری آمده نمیتونه، و هر کشور حق ویتو داره و هر کشور میتونه از اون صرف نظر کنه، حتی هر کشور حق عضویت خود میتونه بگیره. مثلا یک از کشورهایی که حق عضویت خود پس گرفت ازبکستان بود که از این پروسه برآمد بیرون شد. همین قسم به این خاطر اگر در یکی از موارد در یکی از این کشورها هم مخالفت کنه او پیش نمیره. بنابراین مشکلات های منطقه، مشکلات هایی که بین کشورهاست، نتونستی پروسه را تا حالا کدام نتیجه مثبتی را که باید مثبتی که ما یا دولت ما یا دولت افغانستان میتونه سازی به دست بیاره به دست نیاورد. آقای ایوبی، یکی از اهداف را که این نشست ها دنبال میکنه اعتماد سازی در امر مبارزه با تروریسم است. فکر میکنید که دولت افغانستان، دستگاه دیپلماسی افغانستان اون ظرفیت داشته باشد که یک اجماع منطقه‌ای را در امر مبارزه با تروریسم ایجاد کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. استاد در درنو منمنو پی اجازه مهم خبره داده چی د قلب آسیا یا د آسیا د طلب نامه چې کوم ټولنه یا کوم کمپرن جوړ شوی دی، دا کولای چې د سیمې خصوصا په آسیا کې کوم مشکلات ایدی دا درکړی دي که فقط په دې نامه جوړ شوی دی چې واقع دی یو د بل باندې اعتماد سازی وکړي. زه فکر کوم چې په آسیا کې جنگ یوازې د آسیا میشت ممالک در مابین نه دی، بلکې په آسیا کې خصوصا په افغانستان کې جنگ د غرب جنگ دی چې د نن څخه څلوېښت کاله مخکې شروع شوی دی. کله چې جنگ د غربي مفاداتو دپاره وي او د مسلمانانو د تباهي او د بربادۍ دپاره وي او د اسلام د بدنامۍ او رنګزردۍ دپاره وي، بیا د آسیا په نوم یا د قلب آسیا په نوم یا د آسیا د زړه په نوم باندې چې کوم کانفرنسونه جوړیږي یا کوم پروګرامونه ترتیبیږي، فقط دا دی چې حکومتونه خپله بې کفایتي و خپلو اولسونو ته شپټول سي، یعنی ته امید پر امید دی، کانفرنس پر کانفرنس دی. نن په امریکا کې کانفرنس دی د افغانستان په باره کې او د آسیا په باره کې، نن په پاکستان کې کانفرنس دی د افغانستان او د پاکستان او د بلې په حق لباندې، نن په ایران کې دی، نن په پلانکې ځای کې دی، نن په پلانکې ځای کې دی. حقیقت دا دی چې په آسیا په دغه کانفرنس کې داسې غړي موجود دي د ممالکو په سطح باندې چې هم تروریزم پالي، هم یې جوړوي او هم په مقابل کې جګړه کوي. آیا په دغه کانفرنس کې څوک داسې یو ملک شته چې هغه و پاکستان ته ووایي بل پارس چې ته د یوه طرفه تروریزم پالې، جوړوې، موسسې، بنیادګزار یې، تمویله یې، زما په ملک کې جګړه کوې، په کشمیر کې جګړه پکې، په چین کې جګړه پکې، په آذربایجان کې جګړه پکې، په نړۍ کې چې یو ځای پیدا کېږي هلته ته جنګ پکې، او ته په دې کانفرنس کې د همکارۍ دپاره ژمنې کوې؟ زه فکر کوم چې دا یو ناکامه پروسه ده، د وخت زیاده، فقط د افغانانو د امید پر امید به افغانانو ته ورکول دي، بله نتیجه نه ورکوي. که ستا چې په یاد سي چې دغه چار جنبه خبرې چې د افغانستان حکومت د پاکستان سره شروع کړې، په هغه وخت کې موږ تاسې په میزونو کې بحث وکړو چې دا نتیجه نه ورکوي. اما د افغانستان حکومت، وزارت خارجه، رئیس جمهور او د ده ټول ټیم ویل چې مطلق نور دوی سوری ته رسیدلی. پس شما اشاره میکنید که برگزاری کنفرانس ها از طرف دولت ها، حکومت ها، بخصوص حکومت افغانستان، مصرف نمودن پول، زیای وقت و بالاخره پنهان نمودن مشکلات است. بله، هیچ نتیجه در واسه پری نده ورکڑه، یعنی کچیری ورکڑه ده تقریبا ده پنځم کنفرانس ده، حد اقل پنځه فیصد خو په کال کې یا په افغانستان کې د خشونت،
جنگ جګړه سرپریکولی انتحاری کولو د دې په کچه کې خو بلش ټټوالی راغلی به مشخص بلای موضوع کو آیا پاکستان در مابند خو بلش تعلقات سمسی وي هداکل د هندستان او د پاکستان در منځ خو بلش تعلقات سمسی وي هداکل د ترکیه او د ایران در مابند خو تعلقات سمسی وي د ترکیه او د سعودي در مابند د سعودي او د ایران در مابند یعنی در اوسه پوری د دې یو پیسات ک په کال کې یو پیسه دی اوس 15 غونډه ده یعنی 15 پیسه د 2018 سم کې جوړ شوی دی اوس 2018 سم کال شروع دی او دا درېمه د کتن څومره میاشم ده در اوسه پوری دی کانفرنس هیڅ نتیجه نه دور کړي مگر دا چې د حکومتونو د بې کفایتۍ د پټولو لپاره خصوصا د افغانستان موجوده حکومت چې نشي ورته ویلای یو شرکت چې دا موجوده شرکت دی چې د ستونزو څخه ډک دی د خپل منځ کې چې کوم څومره مخالفتونه لري آیا دغه موجوده حکومت په خپل منځ کې چې اجرایي رئیس او د جمهور در مابین چې کوم مشکلات دي دا حل کړي بیا این بالای موضوع که اون ظرفیت در حکومت بخصوص در دستگاه دیپلماسی افغانستان است که از این فرصت ها استفاده کند چون تحلیلگران زیاد روابط بین الملل نشست های منطقه‌ای را یک فرصت عنوان می کنند مشخصا دستگاه دیپلماسی افغانستان اون ظرفیت را دارد که از این فرصت استفاده آن چنانی کند کانفرنس جوړیدن یا په کانفرنس کې ګډون دا دې ته دومره ظرفیت نه وای خلق اسمانو ته وخت حالت ګوبای کری پرمځکه باندې خوري افغانستان چې اوس په دې باندې توانیږي چې د بل په وټل کې د پیسو په زور د ډالرو په زور باندې یو کانفرنس جوړ کړي او نګټایانې په 15,000 په 3,000 ډالر رانیسي د رشانې د سکور کمپنۍ څخه په 2,000 ډالر رانیسي بوټونه پالش کړي دې ته ظرفیت نه ویل کېږي بس چی است ظرفیت دې ته ویل کېږي چې نتیجه چی شي ده په داخل د افغانستان کې نتیجه چی شي ده بهر د افغانستان څخه چی نتیجه چی شي ده او که افغانستان د نن ورځې کوچنی نه دی چې موږ یې مطرح کړو د افغانستان خلک له دعوه لري او د افغانستان حکومت دعوه لري خصوصا د علاقو او سر کماندان چې په هر ځای کې کښېني چې موږ 15,000 کاله تاریخ لرو دا دې ته ضرورت نه لري چې خلکو ته معرفي کړي او دا دې ته هم ضرورت نه لري چې په خلکو وپېژني چې د افغانستان د ځمکې پر سر باندې یو ملک شته چې د هغه نوم افغانستان په حقیقت کې خبره دا ده چې د افغانستان خلک عملي اقدامات ته ضرورت لري عملي اقدامات هغه وخت کېږي کله چې حکومت د خپل سر وي خپل صلاحیت ولري خپل اختیار ولري د خپل خلکو اعتماد د ځان سره ولري د قانون حاکمیت وي په ټولنه کې د دلته داسې نه وي چې څارنوال دې هم پولیس وي قاضي دې هم پولیس وي اجرایه قوه او قضایه قوه دې دواړه په شمول نمکنینه قوه چې پارلمان دې ټول د ملت پر سر باندې وایي پس حکومت افغانستان در کل دولت افغانستان صلاحیت و اختیار خود را ندارد؟ هیڅ صلاحیت نه لري یوه تیاره نشي رانیولی یو توپ نشي رانیولی یو ټانک نشي رانیولی یو کیلومتر سړک نشي په خپل پیسو باندې جوړول نه په خپل این مشخصات مربوط حکومت افغانستان می شود یا در کل دولت افغانستان دولت افغانستان اما شما اختیار از خود ندارین اول خود د افغانستان خلکو ته داوان چې الله می زمر څخه خلاص د پارلمان څخه د مکنینه کوه ورته وایس پارلمان ورته وایس عرب لا چورته وایس در افغانستان د خلکو د پاره در پاکستان هم خطرناک دی در ایس ایم خطرناک دی در داعش هم خطرناک دی در طالب هم خطرناک دی بل اداره که در معلومیږي در هغه هم خطرناک دی در هغو پورې چې پارلمان نه سوی د افغانستان موجوده حالات په همدغه شکل تشکر خانم دکتر واقعا دولت افغانستان این پروسه ها را که رهبری میکند و مدیریت میکند پروسه های ناکام است بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام حضور شما میمانای محترم و بیننده محترم باید بگویم که افغانستان در یک حالت نیست که ما فقط همه چیزها را ایدئال چیزی که میخواییم به مو شروع کنیم و به مو نتیجه که میخواییم به او ختم کنیم شما ببینین افغانستان قربانی تروریسم است با وجود ازی که فعلا قربانی تروریسم است و جنگ تروریسم هنوز دوام داره 40 سال دیگه هم بدبختی ها را سپری کرده و از ناملایمات مختلف گذشته که هنوز هم در بدبختی ها در افغانستان دوام داره او خواهشات یا او آرزوهایی را که در حالت نرمال یک تبع از حکومت خود میکنه متاسفانه ما باید قدرم اپتیمیست نباشیم بر از اینکه خواست بدنی افغانستان هنوز به مشکل سالمش که مثل دیگه حکومت هاست سالم نیست یک حکومت تکاپرچه است که بقایای 40 سال است و ما حتما معجزه نمیخواییم آیا خواستای مردم افغانستان خواستای ایدئال است یا بالاخره مردم افغانستان خواهان از این هستند که افغانستان باید مدنی فاضله شود یا اینکه حکومت افغانستان باید اقدامات عملی را کند؟ بله ما از اولین چیزی که از حکومت یا از دولت میخواهیم صلح از افغانستان که متاسفانه صلح را که ما میخواهیم صلح را که حکومت یا دولت میخواهیم به افغانستان بیاره
این صلح مربوط خود افغانستان نیست. شما میبینین که جنگی که در افغانستان است، نه تنها جنگ افغانستان و پاکستان و چند مملکت دور و نزدیک است، متاسفانه به سطح منطقه است. تروریسمی که امروز میجنگه به نام داعش، کسی که میجنگه آیا داعش در افغانستان تولد شده؟ آیا داعش در همسایگی ما بوده؟ حتی نه، داعش از نامش قسمی که معلوم است دولت شام و عراق میخواد، اما چکیداش می به افغانستان و میجنگه به کدام مقصد میجنگه؟ پس مشکل از دولت افغانستان است. نه تنها از دولت افغانستان است، از منطقه است. به خاطر همین پروسه هایی که آغاز میشه یا کنفرانس هایی که میشه به سطح منطقه باید هم باشه. بالاخره این موضوعات به سر یک میز مانده شود تا وقت سرش بس شود تا ای که به نتیجه برسه. اما دقیقاً اگر ما بگوییم برگزارین کنفرانس ها را به نتیجه عنوان کرده، اما آقای سراج و هم آقای وکیل، من میگم که هیچ راهی وجود نداره تا ای که سرش بس نشه. اگر ما خاموش باشیم و هیچ صدایی بلند نکنیم، نه به سطح منطقه نه به سطح مملکت، اگر ما توانمندی زیر داریم با دشمنی که با ما میجنگه، از نظر فیزیکی جنگ کرده میتونیم، آیا سلاح برابر داریم، آیا ما قوت زیر داریم، قسمی که گفتن ما خریداری یک تانک هم نمیتونیم، بودجه ما کفایت نمیکنه، پس چی کنیم؟ بهتر است که توجه کل کشورها را به جلب کنیم که این جنگ را که سر ما تحمیل شده باید منطقه راه حل برش پیدا کنه. مهم نیست یک کنفرانس، دو کنفرانس، ده کنفرانس، بالاخره باید به یک جایی برسیم. منطقه چطور میتونه راه حل جنگ ما را بالاخره پیدا کنه با توجه به این مسئله که یک تعداد از کشورهای منطقه خود شامل در جنگ افغانستان است؟ منطقه باید فشارهای سیاسی که لازم است بالای کشورهایی که شما اگه بیاد داشته باشین، تا چنده همیشه جنگ مقابل تروریسم در افغانستان شروع شد از سال 2000 از بعد از 11 سپتامبر که در افغانستان شروع شد و همه قوت‌های بین المللی در اینجا مصروف ازی بودن که با تروریسم در بین افغانستان می‌جنگن، تا وقتی که برشان ثبوت شد که با القاعده که در افغانستان می‌جنگن رهبریتشان در کجا بود. تا به مو روز کس نگفت که این جنگ از طرف کشور دیگه رهبری میشه. تمام جنگ متمرکز بود قریه و قصبات افغانستان و کوچه کوچه افغانستان و شورای کوچه و قریه ها بمبارد میشد. در حالی که بانی از این توریست هایی که در وقت میجنگیدن اصلا در افغانستان وجود نداشت و نیفم اونا چی میپالیدن؟ از توره بوره شروع کردن و تا به کجا رسیدن؟ پس این مشکل در حکومت افغانستان نبود که بالاخره واقعیت خود را مبرا میدانست از توریسم و شر توریسم؟ امی گفتمانایی که صورت گرفت، امی کنفرانس هایی که صورت گرفت، امی مطالبی که بلند میشه، بالاخره حتی در آخرها گفته شد که تروریسم در مکتبش در پاکستان است. حتی می کشورهایی که جنگ در افغانستان آورده بودن و فکر میکردن که در اینجا ختمشان میکنیم، برشان ثبوت شد که منبع از این افغانستان نیست بلکه کشور دیگه است. عالم امیس گفته شنوده است که بالاخره موضوع بلند میشه و فکر میکنیم اگر کنفرانس نباشه، اگر نشستا نباشه، امی موضوعات چطور به گوش دنیا برسانیم؟ اگر یک بدیل دیگه دارین به غیر از نشست، به غیر از مذاکرات، به غیر از رایل های سیاسی، اگر بدیل دیگه وجود داره، اما کسایی که بدیل دارن بفرمایند در روی میز بدیل خود بگوین که نه، حکومت افغانستان هم را هیچ کس صحبت نکنین، هیچ نما کنفرانس را برگزار نکنین، یا الله بسم الله جنگ میکنیم و لشکرکشی میکنیم و کشور را که در حال که اختیار خریدن یک توپ و تیار نداریم. اگر اختیار نداریم امکانش هم نداریم. اگر اختیارش داریم پولش نداریم. وقتی که ما امکانات نداریم لازم است که ما از راه مذاکرات، از راه مفاهمه با مردم بقبولانیم که جنگ تحمیل شده ای که در افغانستان دوام داره، منابعش مختلف است و باید سر منبع تمویل کننده و صادر کننده ازی ما که قدرتش نداریم دیگرها را به این متعقن بسازیم که اونا عامل فشار باشن تا ای که این کشورها را مجبور بسازن که از این طرفداری و از این کارهای خود دست بکشن. خانم دکتر، میایم به حرفای آقای وکیل. چند روز پیش گفتن که قوای مقننه خطرناکتر از طالب، آیسای، داعش و دیگر گروه های تروریستی است. میپذیرین؟ با او اندازه شدت شما قبول ندارم. یعنی خطرناک است برای مردم افغانستان؟ در وقتی که یک چیز مثبت نباشه، یک کسی کارهای مثبت نکنه، کارهای منفی خوب نیست. اما اینکه خطرناک از داعش و هنوز هم فکر میکنم که طالب اگر کدام لات کوب کردن، طالب قتل و قتال دست نزدن، خدا نکنه که به او سویه باشن. ای که مثلا نارسایی های وجود داره ای را چشم پوشی کرده نمیتونیم، ای که قسمی که لازم است شاید باید کار میشد متاسفانه نشده، گپای منفی وجود داره، اما ای که به سویه یک تروریست پارلمان باشه فکر میکنم اینجا کم اگر از اغراق کار گرفتن. آقای ایوبی، بدیل دیگر جز نشست ها چی است؟ بفرمایید. اینجا سوال این است که کارو که ما میتونیم که باید رشوت نگیریم،
باید عدالت تامین کنیم، باید احترام به قانون اساسی افغانستان کنیم. این کارا مربوط به آمریکا میشه یا به کنفرانس قلب آسیا؟ این مربوط به ما میشه. اول ما این کار انجام بدیم، یعنی اول باید مشکلات داخلی خود برطرف کنیم. وقتی که شما از داخل پارلمان شروع تا تمام دستگاه دولت آغشته به فساد باشه، به کمپرستی باشه، به سمپرستی باشه، وقتی که ما با یک وکیل پشتون، با یک برادر تاجک و ازبک ما رای به این دلیل نمیتن که او پارسی زبان است، پس ما او داعش چی فرق داریم؟ وقتی که ما با یک وکیل، با یک نماینده مردم افغانستان $2,000 میگیرم، ایمان و وجدان و ضمیر و غیرت و ننگ و ناموس کل خود به پروش میرسم، رای میپروشم، پس ما او داعش چی فرق داریم؟ ما او ایسا چی فرق داریم؟ وقتی که ما میبینیم که افغانستان به فساد در درجه سوم جهان قرار میگیره، ما باید یک نماینده مردم افغانستان نظارت کرده نمیتونیم، پس ما و داعش چی فرق داریم؟ وقتی که ما میبینیم که در داخل افغانستان اساسی قانون از زیر دو گروه به نام اصلاح طلبا و دیگه یک جای میشه، قانون اساسی افغانستان از زیر پا میاره و ما باید یک پارلمان هیچ نتیجه گرفته نمیتونیم، پس ما از نه چی فرق داریم؟ بله، بیایم برنشستا. اجازه بدی. خواهر ما وکیل صاحبا میگه که ما باید به گوش دنیا برسانیم. دنیا کراست، شلست، کلی جان در افغانستان است، اینا میبینه که چی گپ هست اینجا. کدام کشوری که در قلب آسیا یک جای شده در افغانستان جگره نیابتی نداره؟ بله. ارکاز گپتا میتونه؟ کیست که نداره؟ سعودی در افغانستان نداره؟ ایران در افغانستان نداره؟ پاکستان در افغانستان نداره؟ هند در افغانستان نداره؟ آیا اینا عضو همی کنفرانس نیست که به نام قلب آسیا ساخته شده؟ ما نباید در چشم مردم افغانستان خاک فرتیم. ما باید بس یک نماینده میخوان که گپ بزنیم. و ما چیزی که درک ماست او این است، تمام مشکلات داخلی که مربوط به هیچ کس نیست رشوت است. بیا اول ما در مقابل رشوت یک کنفرانس بگیرند در افغانستان. یگان وقت شنیدی که مقام به خاطر حکومت افغانستان یک ظرفیت از خود نشان داده؟ وکیل صاحب خبر است، ولی خبر نداره که شورای امنیت در پارلمان پول توزیع نمیکند؟ گپ بزنید پیشمرات افغانستان. علی خبر نداره که به خاطر معاونینی که کاندید شده به کدامش به غیر پول آمده؟ بله، خب تشکر. ببین اجازه بدی، تشکر خیر است. وقتی که ما میخواین گپ بزنیم، گپ ما این است که ما به یک حکومت پلان حکومت نداریم. اگر ما حکومت داریم، مشکلات داخلی که ما داریم، مشکلات داخلی که در داخل افغانستان موجود است، رشوت است، فساد است، کمپرستی است، سمپرستی است، به نام کوم و سمت و زبان تکرر در مامورین دولت، وزیر، معین، رئیس، کماندان، جنرال، وزیر دفاع، وزیر داخله. آقای ایوبی، این همه مشکلات وجود دارد. با توجه بر این همه مشکلات باید ما در کنفرانس ها اشتراک نکنیم؟ باید بالاخره به عقیده خانم دکتر صدای خود به گوش جهانیان ما نگفتم که شرکت نکنی. شما از ما پرسان کردی که نتیجه میته یا نه؟ بلد. ما گفتم نمیته. یکی شما شوق داری نگیتایی بخری، یکی شما شوق داری در 5 ستار هتل اتاقه با $500 بگیری، یکی شما شوق داری طیاره کام ایر چارتر بگیری، یکی شما شوق داری که اوناموجا در سلف سرویس نان بخوری، یکی شما شوق داری که در اینترنشنال میدیا تصویر شما رو نشان بدی، میتونی شرکت کنی. ممانعت نیست در اما نتیجه؟ اما نتیجهش منفی صفر است. اگر است در این 5 سال حداقل 5% در خوب ملت افغانستان نشان بده. تشکر. ما مخالف به این نیستم که حکومت افغانستان در کنفرانس هایی که به نام قلب آسیا و به نام شنگای و به نام پلانا و به نام پلانا به نام پلانا میگیره، اما نتیجه تا به امروز چیست؟ امروز دیروز رئیس جمهور افغانستان میگه 170,000 جوان از مملکت فراق کرد، از گشنگی، از تشنگی، از بی‌عدالتی، از ناانصافی که کلی ما دو دست داریم، به شمول ما کلی ما دو دست داریم که جوانای ما فرار میکنه، نصفش در دریا غرق میشه، اما رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان میگه که ما دلسوزی ندارم. تشکر آقای ایوبی. به شما برمیگردیم. آقای سراج، کشورهایی که عضو نشست قلب آسیا هستند واقعا همه در افغانستان جنگ نیابتی دارن؟ خب پیش از اینکه به این بحث میم بحث میخوایم که کم ذره باز سریم، چون بحث کم ذره خارج شد به دیگه طرف رفتیم، پس سر بحث سر خود نشست پروسه استانبول بیاریم. خب تر از پروسه استانبول قرار که وکیل صاحب گفت، واقعا ما به نتیجه نگفتم شکل، یعنی پروسه ها یا نشست ها هیچ وقت به نتیجه نیست. به نتیجه بودنش هم ملت چه گفتم عقب شد. اما دقیقا همین نتیجه نشست ها چی است برای افغانستان؟ خب
در اوضاع امنیتی افغانستان تغییر کرده، اعتماد سازی میان کشورهای منطقه شده، جنگ نیابتی کشورهای منطقه در افغانستان ختم شده و اینکه همکاری‌های اقتصادی آغاز شده، همکاری‌های سیاسی آغاز شده، بوزا دیگه بس سرمیز. بی‌نتیجه به این خاطر، بی‌نتیجه بودنش علتش گفتم دقیق از چی است. این نیست که دولت در قسمت ساحه یک بخش، دولت یک بخش نیست که تمام بخش ایلا بتا بیاید مبارزه علیه فساد داری کنه. این یک بخش دولت است. ولی جز از مسئولیتاش هست. بحث ما سر از اون نیست. او یک بحث جداست. وقتی کسی میخواد مبارزه کنه، یک مبارزه است، ریاست است، وزارت است یا مردم کمیسیون است، مشخص مشکلات داخلی است. مشکلات است. مشکلات پروسه. اگر پروسه نباشه، اگر این نشست ها نباشه، رای بدیل چیست؟ که بسیار واضح است. کدام راه را ما شما بگید؟ نشست ها نتیجه داره. نشست ها خود میگه دیالوگ میشینی، نشست میکنی، کشورهای تامل کننده می یا کشورهای دیگه می، اما ما بی نتیجه بودنش علتش چی گفتم؟ بی نتیجه بودن در ضعف مدیریت نیست، بی نتیجه بودن در پالیسیش نیست، بی نتیجه بودن بر راهش نیست، بی نتیجه بودن در راه مورد کشف شده نیست. بی نتیجه بودن در به این خاطر ما در یک منطقه بسیار پر منازعه قرار داریم، در یک منطقه قرار داریم. اگر ما قبلا چند بار یاد کردیم، اگر شما کشورهای استوی دنیا را 5-6 کشور بگید، چند کشورش در اطراف ما شماست؟ 3-4 کشورش در اطراف منطقه قرار داره. اینا چرا هست میشن؟ بخاطر برخلاف یک بودجه نظامی کشورهای منطقه ما شما را اطراف ما را بسنجیم، بسته بودجه دنیا میشن. شما بسنجید بودجه نظامی چین از روس از پاکستان از هند، این یک کشورهای متخاصم هستیم. بنان با وجود آوردن از این یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه نمیشن. خب اگر نکنیم چی کاری کنیم؟ حالا مشخص نتیجه 4 جلسه بر افغانستان چی بود؟ خب این جلساتی که از سال 2011، 12، 13 به مقصد به چین، هر کدامش خواهوال دوم سیم خود تمن روی پالیسیش کار کردن، روی موضوعات فنیش کار کردن که چی باید بحث ها صورت بگیره. بحث نیست که یک روز درست باشه، بحث ها تنها به یک سطح نیست. این نشست ها به سطح وزیر هاست که رئیس جمهور های کشور میزبان و رئیس جمهور افغانستان اشتراک میکنن. اگر به سطح پانترش بین موین صاحب های کشور های که عضو هستن اشتراک میکنن. اگر واقعا ما یگانه راهی که نجات ما چی است، راه نجات افغانستان چی است که ما بتونیم از این بحران بکشیمش، راه است یگانه چیزی که ما در افغانستان داریم ترانزیت ما شماست. چه وقت ما میتونیم ترانزیت افغانستان بسازیم؟ زمانی که صلح امنیت بیاد. چه وقت ما میتونیم پروژه های خود تطبیق کنیم؟ زمانی که صلح امنیت بیاد. چه وقت صلح امنیت میاد که دیالوگ شروع شه؟ ما قراره که خود جناب وکیل صاحب گفت در پارلمان هستن، ما خرید یک تفنگ عادی را ما نداریم پولش. بنان چی کار کنیم؟ میتونیم تعرض کنیم به سر کشور؟ بیاین بعد به حرفای آقای وکیل گفتن که کشورهای اکثریت کشورهای عضو قلب آسیا در افغانستان جنگ نیابتی دارن. خب هرگاه چنین است، پس دولت افغانستان میتونه از این جنگ خود برطرف بسازه، بالاخره این جنگ بکشاند به جای دیگری؟ خب جنگ نیابتی خب بسیار واضح است. واقعا کشورهایی هستن در افغانستان جنگ نیابتی، جنگی که در افغانستان امروز مینیستری وزارت امور خارجه بسیار گپ واضح زد، گفت که تا زمانی که در مبارزه علیه توریسم و امنیت برقرار نشه همکاری منطقه‌ای بی‌فایده است. اینا بارها ما اعلان کردیم. اما کشورهایی که جنگ نیابتی هرگاه منافع بعض از کشورها در ناامنی افغانستان باشد و در ای باشد که در افغانستان با صلح نباشد، فکر میکنید که این نشست ها نتیجه بده؟ من سرم بسمیم. اگر جنگ نیابتی است، جنگ نیابتی کدام کشور است؟ کشورهایی که به گفته جناب وکیل صاحب که تمامش عضویت داره، بنان انوار بگذاریم در میز مذاکره بشینن. جنگ نیابتی به منافعش است. جنگ نیابتی هر کشور منافع خود میبینه، در میز مذاکره بشینن منافع خود بگیرن. امی پروسه ای که چهار جانبه را، یگانه علتی را که ما میگفتیم که پروسه شاید در آخر ناکام بونه، امی بود که بعضی کشورها در این دخیل نبودن. او کشورها منافع خود در این نمیدن. زمانی کشورها منافع خود نمیدن، طبعاً دزدرازی میکنن و کار میکنن. بنان یگانه راهی نشست کشورهایی که واقعا جنگ نیابتی بخاطر منافعشان است. بله. جنگ نیابتی بخاطر بیشن در دور یک میز هر کس منافعش گفته شد و اینجا مدیریت دولت ما یا مدیریت دستگاه دیپلماسی ما است که ما چه قسم منافع خود در منافع از او دیده و منافع از او را مشترک هم بسنجیم. کوتا اون ظرفیت در دستگاه دیپلماسی افغانستان وجود داره. خب بهترین چیزی که موین صاحب سیاسی امروز گفت که تا زمانی که امنیت و ما مبارزه مشترک علیه امنیت منطقه و علیه توریسم نکنیم، هیچ همکاری های منطقه و اعتماد سازی ها در مقابل چیز دیگه بیفایده است. بنان این حرفش هم تایید میکنم، اگر واضح و سریع اعلان کرده به طرفدار هستم، واقعا اگر مبارزه مشترک علیه توریسم و لانه های زی صورت نگره دیگه اعتماد سازی ها بیفایده است. بنان اگر این اجندای بعدی که امسال در همین مورد باشه و کشورهایی که جنگ نیابتی در افغانستان دارن علیه یک دیگر در این میز مشترک بشینن و یک فایده مشترک خود ببینن، فکر میکنم نشه. تشکر آقای سراج بینید. های عزیز وقت بداریم، پس از وقفه برنامه نگره کم کنم. بعد همه برنامه نگرش خوش آمدید.
خانم دکتر، چگونه اعتماد سازی میان کشورهای عضو این نشست یا بالاخره عضو قلب آسیا میتونه ایجاد شود؟ با توجه به این مسئله که یکی از اهداف برگزاری نشست ها دقیقاً اعتماد سازی میان کشورهای منطقه به خصوص اعضای نشست قلب آسیا میباشه. معلوم دار هر اعتماد سازی به اثر گفتگوهای دوامدار مثلا به انگشت گذاشتن سر موضوعاتی که قابل بحث است که چطور مثلا معضلی را ایجاد میکنه، مثلا امیال ما چطور بتونیم اعتماد قلب آسیا را به حساب به دست بیاریم، کشور قلب آسیا را به دست بیاریم که ما مثلا مصمم هستیم که با تروریسم مبارزه میکنیم. ما باید عملا نشان بدیم که افغانستان مملکت است که میخواد این مبارزه را به پیش ببره و خصوصا حالا که تشویش کلان وجود داره که گویا داعش به طرف شمال میره و یا میخواد به کشورهای آسیای میانه انتشار کنه. این میگپایی است که ما باید خود ثبوت کنیم هر کشور، نه تنها افغانستان، مثلا افغانستان چطور میتونه با این پدیده مبارزه کنه، با مبارزه خود چی ضرورت داره، چه کمک ها ضرورت داره و چطور بتونه کمک ها رو جلب کنه. یک پس و دومی که هم صداقت خود در عمل خود باید نشان بده. مثلا ما در وقتی که در این کنفرانس ها بحث صورت میگیره سر موضوع تمویل تروریسم یا ای که را دادن تروریسم به کشورهای دیگه، باید هر کشوری که انگشت بر رویش به طرف از او گرفته میشه که گویا در این قسمت نارسایی داری، باید او ثبوت کنه خودم بفهمانه به مملکت دیگه که یعنی این تنها در سطح یک آرزو است که باید چنین کار شود. بله معلوم دار، اما مشخصا بیایم بر واقعیت ها، چه زمانه اعتماد سازی میان کشورها واقعا به وجود میاد؟ وقتی به وجود میاد که موضوعی که مورد بحث قرار میگیره و او کشور میگه که ما تعهد میکنم که در این قسمت همکار باشم، باید همکاری خود عملا نشان بده. مثلا همیال در این وقتایی که بحث صلح است که مثلا چهار جانبه بود و هر چهار کشور در اونجا تعهد خود نشان گفتن که ما تعهد میکنیم یا کسی ها گفتن که ما همکاری میکنیم، اما متاسفانه مثلا پاکستان تعهد کرد که ما در این پروسه همکاری میکنم و گروه های مختلف که در پاکستان وجود داره او رو به میز مذاکره میکشانم. در صورتی که این کار عملی کنه معلوم داره اگه اعتماد است، اما اگه این کار نکنه اعتماد به وجود نامد، یعنی امو پروسه در اون صورت قابل باور نیست. باید برازی که اعتماد به وجود بیه باید تعهد رو که هر کشور میکنه به تعهد خود عمل کنه. تا وقتی که به تعهد خود عمل نکنه معلوم داره اعتماد به وجود نمیاد. هرگاه منافعشان در این باشد که توریسم در منطقه رشد کند و هرگاه منافعشان در این باشد که ناامنی همچنان در افغانستان وجود داشته باشد، در روز امان فکر میکنید که اینها صادق بمانند؟ وقتی که هر کشور معلوم دار در یک پروسه امو مفاد خود میبینه، اما قسمی که مثلا اگر فکر میکنین که افغانستان میگه که در افغانستان صلح باشه و جنگ نباشه من پیشرفت میکنم، مردم مرام میباشه، با مو قسم یک مملکت دیگه شاید فکر کنه که اگر جنگ در افغانستان باشه من لذت میبرم، من فایده میکنم، مثلا اقتصاد من بلند میره. برای اینکه هر کس کوشش این خود میکنه، اما وقتی که کشورها با هم یک جای میشه باید یکی بالای دیگه بقبولانه که در این قسمت تعهدت که هست که با تروریسم مبارزه میکنی، ولو که یک قسمتش به نقصتان باشه باید به خاطر منفعت عمومی منطقه باید این کار انجام بدی. اگر تعهدات شکستانده شد و متواتر شکستانده شد و معلوم دار اعتماد نیست. به خاطر که تعهد شکستانده نشه باید ضمانت های وجود داشته باشه و این ضمانت ها را خود کشوری که تعهد میده تنها او نمیتونه باشه، باید ضمانت های بین المللی وجود داشته باشه که او کشوری که تعهد میده او رو مجبور بسازه که به تعهد خود عمل کنه. در صورتی که این ضمانت ها وجود نداشته باشه یک کس میتونه تعهد کنه دوباره تعهد خود بشکنه. متاسفانه که چند بار از طرف کشور پاکستان تعهدات که دوباره شکستانده شد، اما اگر اینجا تضمین بین المللی وجود داشته باشه و کشورهای قوی جهانی تضمین بکنن که دیگه پاکستان تعهد خود نمیشکنه، پاکستان هم خود مجبور مکلف میسازه که به متعهدات خود عمل کنه و اون عملی بسازه. تشکر. آقای سراج، دولت افغانستان همواره پاکستان را متهم بر حمایت از تروریسم در افغانستان نموده است یا در کل در منطقه نموده است. در چنین فضای کالا بی‌اعتمادی میان افغانستان و پاکستان وجود دارد، فکر میکنید که اعتماد سازی به وجود بیاد و اعتماد صورت بگیرد برای یک دیگر و بر پروسه ها و بر نشست ها؟ خب یک تفاوتی هست. اگر ما بگوییم که همیشه افغانستان متهم کرده پاکستان، یک زمانی که با تغییر حکومت وحدت ملی یک چرخش آمد،
درست در اواخر حکومت جناب کرزی صاحب واقعا روابط بسیار تیره بین افغانستان و پاکستان شد، چون کرزی صاحب بیش از چند 20 بار یا 20 چند باری که سفر کرد به پاکستان و یگانه هدفش این بود که باید پروسه صلح بیاره و تمویل تجهیزی که از طرف گروپ هایی که از طرف پاکستان میشد باید تو را بند میکرد، اما متاسفانه در اون زمان صورت نگرفت. اما با وجود آمدن حکومت وحدت ملی بعد از یک چرخش بسیار 380 درجه یا تا بگویم از بیشتر از 180 درجه که تغییر به طرف از اومد که با پاکستان بسیار روابط خوب شد، یک از روابط اما نتیجه خب سرش میم عزیز که حتی یک از حالاتی بود که به حکومت پاکستان نشست که پرسی قلب واسه را که تهین زمان در چین بود، پاکستان هم درخواست میزبانیش کرد هند، اما دولت افغانستان خواست برشان یک حالتی را برشان بیاره که باید اونها تشویقشان به طرف افغانستان. خیلی معاملات سیاسی معاملات داده بود، بنان قبول کرد میزبانی پاکستان را ترجیح داد بر میزبانی هند و همچنان چندین سال پاکستان خواستار تربیه نیروهای نظامی ما بود. مشخصا بیایم بر این موضوع که هنوز هم دولت افغانستان، وقتی که دولت میگه متشکل از سه قواست، دولت افغانستان هنوز هم پاکستان حامی توریسم عنوان میکند، حامی ناامنی های افغانستان عنوان میکند، در چنین شرایط و در چنین طرز دید فکر میکنید هماهنگی به وجود بیاد؟ فکر میکنید که ما شما بالاخره اعتماد سازی به وجود بیاد یا خیر؟ خب یکی از حرفایی که نشست بعد از حکومت وحدت ملی اون این موضوع سال هم بود و یک چیزی اگر ما شما قیاس اندازی نشست ها را و یا قیاس حکومت وحدت ملی و آخرین سیاست خارجی پاکستان با قبلش بگیریم بسیار تفاوت است. اولین بار است که حکومت پاکستان اعلان میکنه میگه مراکز خانه های طالبان یا خانه های کسایی که در افغانستان جنگ میکنن در پاکستان است. از موضوعات سیهی پاکستان استفاده میکنن، طفلاشون به مکتب میره، اینا خودشون واضح اعلان میکنن و کسایی هستن که میتونن او سر از وا فشار بیارن اگر به میز مذاکره حاضر نشن. خب تاثیرات از این نیست که همیشه باز هم در علوم سیاسی یا در رابطه بین المللی دوست و دشمن دائمی وجود نداره. نظر به سیاست و منافع یک کشور تغییر میخوره. بنان پاکستان حالت قبلی خود نداره. خب گرچه که در بعد از نشست ما چندین بار تکرار کردیم که پاکستان در حالت انزوای سیاسی و انزوای اقتصادی قرار داشت. خب آل تانست از انزوای سیاسی تقریبا تا یک حد خود بیرون کنه. به مو خاطر نشست دور پنجم نشست چهارجانبه نتیجه نداد. اما میگذاریم از نشست از نظر اقتصادی پاکستان هنوز هم در حالت بسیار خراب قرار داره. پاکستان 15 یا 16 سال قبل نیست. پاکستان از نظر اقتصاد بسیار ضعیف شده. خصوصا ضرورت پاکستان به گاز و برق است. بنان یگانه راهش همین اعتماد سازی است که بعد با افغانستان پروسه صلح را بیارن و اعتماد سازی بین افغانستان و کشورهای منطقه صورت بگیره تا بتونن گاز و برق یا موضوعاتی که ضرورت داره از کشورهای آسیای میانه ببرن. بنان اعتماد سازی ما یک چند موضوع رو می‌خوام اگر وقت باشد سوال بپرسم. خب موضوعی که بعد چی طوری نتیجه میده؟ راه‌های مشترک باید پیدا کنیم، منافع مشترک باید پیدا کنیم. نشست‌ها باید منافع کشورها روی منافع مشترک خود و بستگی‌های اقتصادی با تطبیق پروژه‌ها و بستگی‌های اقتصادی کشورها با هم، مثل کشورهای اروپا هم قبلا متخاصم بودن، اما بستگی‌های اقتصادی او را از حالت تخاصم کشید و یک موضوع باید از حالت‌هایی که در حالت شما می‌خواین فرمول اروپا در افغانستان، نه تنها فرمول، می‌تونه از فرمول آمریکا و فرمول‌های آسیا، فرمول‌هایی که در روابط بین الملل، فرمول‌هایی که در سیاست خارجی کشورها است، فرمول‌هایی که توانست کشورها را با هم نزدیک کرده است، باید موارد منافع مشترک کشورها در نظر فعلا ما می‌بینیم منافع مشترک کشورهایی که بین شمال و جنوب افغانستان، که افغانستان به شکل قلبشان است، دلیلی است که باید موادشون به یک دیگر تبادله شود. بنان با تطبیق اعتماد سازی ما باور ما است که امکانات هزی هست، اگر تطبیق شود و اعتماد سازی به وجود بیاید امکانات یک سال و آرامش در منطقه. تشکر آقای ایوبی. فکر می‌کنید چه زمانه یا بدون اجماع منطقه‌ای ما میتونیم به اهداف خود که در افغانستان داریم و در کل در منطقه داریم به برسیم؟ گوره ز الت پردی باندې سړی کولای سي چې اعتماد باور وکړي چې جګړه وازی وي، معلومه وي چې د آسیایي مملکتو درمنځ په پلانکی منطقه کې یا په پلانکی سیمه کې پر دغه دلایلو باندې مخالفتونه موجود دي، او د دې لپاره کولای سي چې د آسیا کانفرنس نتیجه ورکړي چې بل پر د جګړه هغه ټول موارد معلوم وي. اوسګره د روسانو په کشورای منطقه در افغانستان تا کله مشخص نشده؟ ته ګوره د روسانو د امریکانو در مابین په افغانستان کې مخالفتونه ستا کنست پیل د جګړې چا کړی په افغانستان کې، د ایران او د امریکا در مابین په افغانستان کې جګړه روانه ده کنه، د پاکستان او د هندستان درمنځ په افغانستان کې جګړه روانه ده کنه، او افغانستان یې قرباني دی کنه. کله چې دا پنځه مهم او اساسي ملکونه په دغه کانفرنس کې ځای دي او دا ټول هم په دې پوهیږي یو د بل د تارسو دوي، ما مخکې د ټول چې جګړه د غرب ده
او د کرایې په جنرالانو د کرایې په نوکرانو په ملایانو په طالبانو په جاسوسانو باندې مخته بیای. پاکستان هغه چرایې ده چې سهار ورځې مزدور جنرال ولی یک چیز دیگر باید در نظر داشته باشیم که همین چارایی که پاکستان گفتین همین چارایی ده که شما پاکستان در خانه نوان کرده این هم جز از همین کشورهای قلب آسیا است و در نشست ها حضور داره. اما او در مقابل جنگ 5 میلیارد دلار میگیره سالانه از امریکا و ناتو. دوستی ما گفتن که به خاطر تجارت کل طلای افغانستان به پاکستان هم بیده، از ازبکستان ترکمنستان هم برشان بیده، 5 میلیارد دلار برشان سالانه جور نمی کنه مثل که جنگ یا مفاد کارخانه که به نام تروریسم ساخته برشان برسن. سوال این است که ما باعث یک پس ملت مشکل افغانستان مشکل منطقه‌ای نیست. منطقه‌ای هست، این شک نیست، چون مگر منطقه‌ای این قدر نیست چیزی که فیصله کنه در افغانستان که بتونه در افغانستان امن بیا صلح بیا. ولی حداقل میتونن کار کنن؟ حداقل هیچ چیز نمیتونه پیلن. به نظر شخصی ما به نظر دوستا و وکیل صاحب احترام دارم، ممکن اما تو باشه، اما سوال ما زوایم د ټول د مخزه دا چې اول باید موږ په داخلي ستونزو باندې ډیر زیات فوکس وکړو. موږ په خپله ټولنه کې اول عدالت تامین کړو. موږ په خپله ټولنه کې په خپل ملک کې دا درې قواوې درې سره او په شمول د افغانستان خلک زموږ نظارت وکړي. دا ګوره هره شپه میزونه دي، سیاسي میزونه دي. افغانستان په دریم نمبر د فساد کې د څلورم سره دریم ترالی په ټول افغانستان کې یوه مظاهره د خلکو د ملت تا ولیدل. پر پارلمان باندې تورونه لګیږي د رشوت، پر پارلمان باندې تورونه لګیږي د کاچاک، پر پارلمان باندې تورونه لګیږي چې د 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 هر هر څه چې د مځکې د مافیا د چی شي د چی شي چې ته نوم اخلي. د افغانستان خلکو د دې په مقابل کې یو وخت سړک بند کړي، لارې بند کړل. د افغانستان پس مشکل اساسي در مردم هسته یا در زوام چې د افغانستان د خلکو پر سر باندې قاتلین مسلط، د افغانستان د خلکو پر سرنويش باندې رشوت خور لوبي کوي، د افغانستان د خلکو پر سرنويش باندې کاچاکبر لوبي کوي، د افغانستان د خلکو پر سرنويش باندې کومپرس جمپره مظفرت لوبي کوي. ته ماته په افغانستان کې اخري خبره کوم وکیل صاحب هم ناسته ده، یو قاتل، یو اختطافګر، یو کاچاکبر، یو د پردوی جاسوس، یو چې په دې وطن کې امن راوستلی د دې امنیت څوک نیسي. تشکر اخوی زما خبر سر خلاص زما امنیت څوک نیسي د افغانستان د خلکو اولادونه. او دا رقم که زه خدای نخواسته قاچاقبر یم هم د افغانستان خلک زما ملت نیسي، که زه جاسوس یم خدای نخواسته هم د افغانستان خلک زما امنیت نیسي، که زه رشوت خور یم هم زما امنیت نیسي، که زه د پردیو د استخباراتي کړیو دپاره نیابتي جګړه مخته نیسي. زه وایم چې د افغانستان ملت د خپل سوال پاسخ بتین باید ما مشکلات داخلي خود در نخست ختم کنیم، پس از او بریم به مشکلات پس از او بریم به تطبیق سیاست های خارجی خود. چه موږ داخلي ستونزې ختم کړې؟ موږ په دې ځان کې دومره ظرفیت او وړتیا پیدا کړل چې موږ په داخل د افغانستان کې خپل شخصي رقابتونه چې لرو دا خپل دې ته یو کانفرنس ته ضرورت لري. خپل د ګور خپل د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله من چې کوم مخالفت دي دا سلو کانفرنسونو ته ضرورت لري. خپل چې د ماوینې اول او د ماوینې دوه او د رئیس جمهور در مابین کوم مخالفت دي دا 1500 کانفرنس ته ضرورت لري. خپل چې زما او د وکیل صاحب در مابین کوم مخالفت دي دا زرو کانفرنسونو ته ضرورت لري. خپل چې موږ په خپل کور کې اتن جوړ یاد عبدالله مکری غزل د بلورته په کور کې اتن واسه. تشکر خانم صافی جنبندی بعض با شما. حالا نشست ها برگزار می شود، قیوی بگفتن نتیجه آنچنانی ندارد، فکر می کنید چه زمانه؟ با استفاده از چی میکنیم و با استفاده از چه سیاسته ما می تونیم از این نشست ها استفاده مؤثر کنیم به خاطر بهتر شدن وضعیت افغانستان حداقل؟ چون وقت بسیار کوتاه است باید بگویم که ما نمی تونیم که یک کار را بگیریم و دیگه شلو بتیم. وقتی که ما خود وقت است که افغانستان مشکل داره، مشکل داخلی داره، همزمان با مشکل داخلی ما مشکل منطقوی مشکل هم داریم. یعنی یه می جنگ تروریسم یک مشکل منطقوی است که کل میگه ثبوت هم شده. وقتی که ما تنها به یک چیز متمرکز باشیم، به یک موضوع متمرکز باشیم، دیگه شده گوشم چطور ما میتونیم جلوی قاچاقبر بگیریم؟ در صورتی که در مملکت جنگ باشه، تروریسم باشه، قاچاقبر بگیریم، از این طرف شار به اون طرف شار میره، به پیش تروریستا خود پوت میکنه. چطور ما میتونیم خائن و رشوتخور را گرفتار کنیم؟ در صورتی که
وقتی که موجود باشه حالت ناامنی و میتونه در یک منطقه دیگه پناه ببره. به نظر من هر دو کار بسیار مهم است، هم سیاست خارجی و هم سیاست داخلی. وقتی که ما سیاست خارجی ناکام داشته باشیم، در منطقه ما خود ثبوت نکنیم، پروبلم های ما را کس درک نکنه و ما مصروف باشیم، رشوت خور بگیریم، بسیار مشکل است. تا جایی که خودشان هم خبر نداره شما کشور را سراغ دارین، ما از محبس فرار کرد، تا امروز کس پیدا کرد نمیتونه، برای اینکه فقط در چند کیلومتری پناه برد به مخالفین حکومت. هر دو گپ بسیار مهم است. ما نمیتونیم که اگر یک روز آدم مثلا آب و نان است، اگر آب بخوریم و نان نخوریم، امکان داره بازم حیات به خطر بیفته. و او خاطر به نظر من هم باید سیاست خارجی را باید حل منازعه برش پیدا کنیم و هم مشکلات داخلی خود حل کنیم. بله، از این نشست ها باید چگونه استفاده شود؟ معلوم داره افغانستان باید به دنیا خود ثبوت کنه که قربانی است و امو ضرورت های خود باید بگویه، امو تعهدات را که کشورها میتر پیشتر گفتن که منافعش در خطر است، منافع داره، به او خاطر در قلب آسیا مثلا پاکستان که چون مثال برجسته کل مشره در این کنفرانس حضور داره و در صورتی که میگه تعهد میکنه که ما با تروریسم مبارزه میکنم و 4 میلیارد دلار میگه، کسی که 4 میلیارد دلار برازو میده باید برازو بقبولانه که 4 میلیارد دلار برای مثبتش من مصرف کو، در صورتی که مصرف نمیکری باید از دادن 4 میلیارد دلار برای پاکستان. پس این نیاز برازی دارد که دولت افغانستان ظرفیت خود بالا ببره و باید در عرصه بین الملل از خود باید پروبلم های خود آشکار کنه و کشورهایی که به خاطر مبارزه با این پدیده جنگ پول میگیرن، کشور کسایی که از این مرجع پول میگیرن با کسایی که برزینا پول میتن، اینی معامله باید حل شود. و پیشتر گفتن که افغانستان مثلا دستار ما چرا در سیاست خارجی ما بسیار تفاوت آمده، مملکت ما در اگالت بود که هیچ کشور خارجی مثلا خصوصا تمویل کننده ما مناسباتشان بسیار خراب شده بود که در چند سال در دو سال اقلا همین مناسبات دوباره احیا شد و کشورها متحد هستند که تا سالهای بعدی هم به افغانستان کمک کنند. تشکر خانم صافی. که این دستاوردهایی که بیخی نادیده بگیریم بگیم هیچ چیز نشده یا مکم اگر افراد است. فرصت تمام است. تروریسم و انسداد تروریسم فرق داره. و ما باید را بفهم. یک کسی که از یک طرف تروریسم را تربیه میکنه و به مقابلش پول میگیره از کسی که در مقابل تروریسم به نام جنگ آمده اینجا، این امکان نداره. ما ایجاد بدبختی در افغانستان نیست که ما در بین انسداد تروریسم و تروریسم تا به امروز آمریکا چرا ناتو آمریکا تا به امروز تعریف تروریسم نداره که کی تروریست است؟ تشکر آقای. انسداد تروریسم از کجا سرچشمه میگیره؟ کی تربیتش میکنه؟ از یک طرف تربیتش میکنه، از دیگه طرف میزنه. تشکر آقای. تشکر مهمانان گرامی از حضورتان در بحث ما بینید های عزیز. تشکر شما هم. تا برنامه بعد شما را به لایه بینیاز بسپارم.